سلام دوستان، حالتان چطور است؟ جلسه پیش چه کارهایی کردیم؟ درست است، ما یک پنجره کشیدیم و چشم‌انداز بیرون آن را نقاشی کردیم. امروز می‌خواهیم دوباره نگاهی به آثار هنری ماتیس بندازیم و اینها قرار است متفاوت از کارهایی باشد که دفعه قبل دیدیم. فقط داریم دوباره عمل بریدن کاغذها را انجام بدهیم، پس سریعاً سراغ آثار هنری ماتیس برویم. این چیست؟ کاغذهای رنگی بریده شده و چسبی شده. ماتیس نه تنها نقاشی میکشید بلکه به مقدار زیادی کاغذ میبرید. با اینکه او یک بیماری داشت به کار کردن ادامه میداد. ممکن است نگاهی به این نقاشی بیاندازیم؟ اشکال مختلف کنار هم آمدند تا یک صحنه را خلق کنند. چه چیزی را ممکن است به نمایش گذاشته باشد؟ از تصورات خودتان استفاده کنید. این چیز، همه آنها به یک شکل هستند، اما یکی از آنها به شکل بزرگتر در سمت چپ کشیده شده است و یک شکل مشابه چندین بار در سمت راست تکرار شده است. اگرچه همه آنها به یک شکل بودند، تفاوت در تعداد اندازه ها درک کاملا متفاوتی ارائه می دهد. این نقاشی بیانگر چه چیزی است؟ از تصورات خودتان استفاده کنید و درباره هر چیزی که به ذهن شما می آید فکر کنید و بنگرید که چه عواطف و احساساتی را برمی انگیزد. ممکن است نگاهی به این نقاشی بیاندازیم؟ باعث می شود به چه چیزی فکر کنید؟ یک حیوان یا یک شی؟ هرچه که هست خوب است، بنابراین افکار خودتان را با کلاس در میان بگذارید. این قطعه آخر است. واو، هر نوع رنگ زیبایی اینجا پیدا می شود. به نظر می رسد که گلبرگ های زرد و چمن ها به وسیله بادی که در صفحه است دمیده شدند. این یکی به نظر می رسد که یک شخص یا یک ابزار موسیقی باشد. من می توانم چیزهای زیادی را متصور شوم، اینکه کجا است و یا اینکه چه کاری دارد انجام می دهد. شما چه عواطف و احساساتی را حس می کنید؟ آزادانه درباره هر آنچه که به ذهن شما می آید فکر کنید و افکار خودتان را با بقیه دوستانتان در میان بگذارید. ما امروز قصد داریم که این نوع از هنر را به نمایش بگذاریم. بیایید به خوبی آن را انجام دهیم. این بار من یک نقاشی تمام شده را آوردم. فعلا شروع نکنید، فقط یک نگاه بیاندازید. می خواهیم که این شش شکل را با کاغذ بسازیم و آنها را قیچی و جدا کنیم. این یک برگه آ4 است. آن را از وسط به دو نیم قسمت کنید. بیایید اینجا انجامش بدهیم. اول از همه می خواهیم یک دایره بکشیم. شما باید کاغذ را از وسط به دو نیم قسمت کنید و دایره را در هر اندازه‌ای که می خواهید از آن قیچی و جدا کنید. اگر به اینجا نگاه کنید، این قسمت جایی است که کاغذ تا شده است و اینجا هم جایی که باز می شود. وقتی که شما نقاشی می کنید، باید اینجا بکشید، نه اینجا. نگاه کنید، میبینید که من وسط آن را به این صورت نشانه گذاری کردم. اینجا جایی است که ما میخواهیم نقاشی بکشیم. این قسمت وسط تمام جایی است که ما استفاده میکنیم. شکل‌ها شبیه به هم به نظر می‌رسند. حالا بیایید آن را قیچی و جدا کنیم.
نگاه کنید، وقتی آن را باز کنید یک دایره خواهید داشت. وقتی ما نقاشی را به دو قسمت تقسیم کنیم و در هر دو طرف یک شکل مشابه داشته باشیم و آن تقارن گفته می شود، شکل‌ها در هر دو طرف شبیه هم هستند. اما اگر شکل‌ها در دو طرف متفاوت هستند دیگر نمی توانیم این کار را انجام بدهیم. درست است؟ حالا بیایید ادامه‌اش را امتحان کنیم. این یک مثلث است. این قسمت را دور نیندازید و سعی کنید هر چقدر می توانید کاغذ ذخیره کنید. اگر شکل‌ها کمی متفاوت به نظر برسند، ارادی ندارد. پس ما هر شش شکل را درست کردیم. ما می‌خواهیم که چندین شکل مشابه این را درست کنیم و سپس یک اقیانوس به نمایش بگذاریم. بیایید شروع کنیم.
فعلا صفحه نمایش را متوقف کنید و کاغذتان را به دو نیم قسمت کنید و با یک قیچی در حالی که به تصویر مراجعه می کنید آن را جدا کنید. اگر کار قیچی کردنتان تمام شده است، هر طور که دوست دارید آنها را رنگ کنید. من کمی آن نهنگ را رنگ می کنم. ممکن است در حالی که رنگ‌آمیزی می‌کنید کمی رنگ در آن عقب بریزد، بنابراین بهتر است یک کاغذ بلا استفاده در زیر آن قرار دهید. بقیه را هم این گونه رنگ کنید و وقتی کارتان تمام شد فعلا آن را کنار بگذارید. سپس به خوبی نمای زیر آب را روی کاغذ کامل کنید. مکانهایی را که ممکن است در آن زندگی کنید تصور کنید و آزادانه آنها را بکشید. صفحه نمایش را برای یک لحظه متوقف کنید و یک ساحل زیبا بکشید و ادامه آن را کامل کنید. بسیار خوب، من نقاشی خودم را به این شکل تمام کردم. اگر مایلید ماهی های بیشتری درست کنید پس درست کنید. سپس با دوستانتان در زیر آب که آنها را در جایگاه های قرار دادید خوش بگذرانید. اگر دوست داشته باشید می توانید از یک چسب برای چسباندن آنها هم استفاده کنید. این به شما بستگی دارد. بسیار خوب، کلاس امروز چطور بود؟ ما یک کاغذ را به دو نیم تقسیم کردیم و شکل‌های مختلفی را قیچی و جدا کردیم. مهم نیست چه شکل‌هایی می‌کشید، پس هر چیزی بکشید. بسیار جالب است اگر به این که می‌خواهید چه شکل‌هایی را قیچی کنید فکر نکنید. حتی ممکن است هنگامی که یک شکل غیر منتظره را به دست آوردید بسیار جالبتر هم باشد. از اینکه با همه شما بودم بسیار خوش هستم. از بار دیگر میبینم اتان. خدا نگهدار.